بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام و ادب و احترام خدمت بینندگان عزیز کانال مسلمان تیوی برخی رسانه های اسقاطیلی مدعی شدن که حمله به ایران به تعویق افتاده اونم به خاطر اینکه اسقاطیلیا بعد از لو رفتن نقشه و اسنادی که با همکاری آمریکایی ها قصد داشتن یک حمله تمام ایار علیه ایران داشته باشند مجبور شده استراتژی خودش رو عوض بکنه برای همین یه مقدار طولانی تر میشه و این حمله به تعویق افتاده برخی ها میگن این از ترس اسقاطیلی هاست یعنی با توجه به توانمندیهایی هایی که ایران اسلامی داره اونها میترسن که بخوان یک حمله تمام ایار داشته باشن اما از این هم نمیتونن بگذرن که باید به هر حال یه حمله انجام بشه اون آبروی نداشته برگرده ما با این قسمت فعلا کار نداریم شاید تو روزهای آینده بهش بپردازیم از زوایای مختلف نگاه بکنیم و تحلیل خودمون رو ارائه بدیم اما الان آمریکایی ها بعد از شهادت شهید یحیی دوباره به دنبال آتش بس و مذاکره و این حرفا هستند آنتونی بلینکن وزیر امور خارجه آمریکایی که چند روز پیش در اسقاطیل بود و مجبور شد به خاطر حملات مشکی از دقایقی رو در پناهگاه پنهان بشه حالا در یک نشست خبری مشترک با وزیر خارجه قطری ها گفته که ما گزینه ها و گام های بعدی برای پیشبرد روند مذاکرات رو مورد بحث قرار دادیم و من انتظار دارم که مذاکره کنندگان ما در روزهای آینده با همدیگه دیدار بکنن یه هیئتی هم از طرف موساد داره میره به سمت قطر ظاهرا این هفته است از اون طرف پوتین هم ظاهرا شخصی رو به نمایندگی از خودش فرستاده اسقاطی که با اینا صحبت بکنه جنگ غزه و لبنان پایان پیدا کنه تلاش دو قدرت آمریکا و روسیه برای آتش بس ناشی از چیه تو منطقه چه اتفاقی قرار بیفته که هر دو طرف رو نگران کرده آیا یک بازی پشت پرده است یعنی آمریکا و روسیه دارن تلاش میکنن که از این طریق ایران و اسقاطیل رو کنترل بکنن یعنی آمریکا و روسیه پشت صحنه بستن و یک تقابل نانوشته با چینی ها دارن که اونها هم اخیرا اعلام کردن که باید این بحث پایان پیدا بکنه چینیهایی که اولین شریک تجاری اسقاطیلیا هستن بگذریم اینا گوشه ذهنتون باشه حلاجی کنید شاید به موقعش پیرامون اینا صحبت بکنم اما اگر چیزی هم به ذهنتون میرسه تو کامنت ها میتونید بنویسید من نظرات شما رو میخونم و استفاده میکنم محمد بن عبدالرحمن آل سانی هم گفته هیئتی از مذاکره کنندگان آمریکایی به دوحه خواهند اومد و در کنار هیئتی از مذاکره کنندگان اسقاطیدی در مورد چگونگی دستیابی به پیشرفت در این مذاکرات گفتگو خواهند کرد ببین چقدر اصلا سیرکه دیگه سیرکه یه هیئت از آمریکا میاد یه هیئت هم از اسقاطیل میاد توی دوهه برای آتش بس برای مذاکره بشینن چونه بزنن با هم بس بحث بکنن شما که رفیق جینگ همید قطر رو میخواد چیکار بعد اون طرف معادله چی حماس کجاست حزب کجاست عجیب ها دنیای عجیبی شده نخست وزیر قطر در پاسخ به این سوال که آیا قطر بعد از شهادت یحیی سنوار رهبر حماس در غزه با این گروه فلسطینی گفتگو کرده گفت که او با نمایندگان دفتر سیاسی این جنبش مستقر در دوه مجددا تماس برقرار کرده وی همچنین گفت با نمایندگان دفتر سیاسی حماس در دوه گفتگوهایی صورت گرفته اما هنوز مشخص نیست که چطور پیش خواهیم رفت او همچنین از گفتگوهای این گروه فلسطینی با مصر خبر داد یعنی به نوعی قطر و مصر رو طرف مقابل انگار تصور میکنن از زمان آتش کوتاه 11 ماه پیش که طی اون دهها گروگان اسقاطیلی و دهها زندانی فلسطینی آزاد شدن چندین دور مذاکرات پی در پی با شکست مواجه شدند شهادت یحیی که توسط اسقاطیل در 16 اکتبر در غزه رخ داد امیدها برای از سرگیری مذاکرات رو زنده کرد او در مذاکرات که با میانجیگری آمریکا قطر و مصر انجام میشد از سوی برخی یک مانع تلقی می شد برخی کیه؟ آمریکا و اسقاطیل چون شهید یحیی زیر بار حرف زور نمیرفت اینها بازم حرف زور میزنن که حالا در ادامه بهتون نشون میدم حرفهایی که زده شده و اون پیش شرط هایی که برای مذاکره خواستن مطرح بشه آخرین دور مذاکرات در ماه اوت در مصر و قطر و بر اساس طرحی که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در پایان ماه می ارائه کرده بود برگزار شد این همون ترحیه که میگن شهید سید حسن نصرالله هم پذیرفت نبی برینو بر گفته ما نمیدونیم نمیتونیم تایید تکذیبش بکنیم اما با این فرض که این ادعا درسته فردا شهید سید حسن نصرالله رو ترور میکنن یعنی یک آتش بس 21 روزه مطرح میشه اما بعد از اینکه جواب مثبت از جانب حزب الله میگیرن برای این آتش بس 21 روزه سید حسن نصرالله ترور میشه بعد از ماها دفاع از این طرح وزیر امور خارجه آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که ایالات متحده گزینه‌های مختلفی رو برای پایان دادن به جنگ بررسی میکنه وی افسود ما هنوز مشخص نکردیم که حماس آماده تعامل هست یا خیر اما گام بعدی این است که مذاکره کنندگان را گرده هم بیاوریم و مطمئنا در روزهای آتی بیشتر خواهیم دانست گفتم رسما یه سیرکه هنوز نمیدونن که حماس میاد نمیاد تعامل میکنه نمیکنه مایل به مذاکره هست یا نه اصلا آتش بس رو قبول داره یا نه هیچ همینجوری کشکی دیمی آخرش رو ببین اینجا یعنی وقاحت اینها رو نشون میده بلینکن همچنین از کمک جدید 135 میلیون دلاری آمریکا به فلسطینیان در نوار غزه و کرانه باختری خبر داد خب اینو یه آدمی که زیاد تو جریان امور نیست سواد آنچنانی نداره اهل تحلیل نیست تاریخ معاصر رو نخونده یه آدم خیلی معمولی بری بگی میگه نگاه چقدر خوبن اینا 135 میلیون دلار یه ذره میکشش کشدار میگه که مثلا ابهت و عظمت و ارزشش رو نشون بده خب از این طرف بمب میده به اسقاطیل میگه بزن تو سر مردم غزه نزدیک پنجا هزار انسان بیگناه رو به شهادت رسوندن غزه کلا با خاک یکسان شده میلیارد ها دلار باید پول خرج بشه تا این غزه بشه غزه 2023 یعنی قبل از طوفان الاقصی بعد اومدن 135 میلیون دلار میدن به عنوان کمک به مردم غزه و کرانه باختری از دو روز پیش که این کلیپ های حمله به جبالیه اومده بیرون ارتش اسقاطیل اومده چند تا کلیپ منتشر کرده آب معدنی و مثلا یه دو تا بیسکویت و فلان داره میده به مردمی که اونجا دارن میرن یعنی محل زندگی و وطن خودشونو دارن ترک میکنن برن داره یک تصویر سازی میکنه تو نگاه مخاطب بگن این اینا چقدر اخلاقی چقدر انسانیت دارن یعنی این پارادوکس و این تضاد رو هر کس نبینه باید به عقل شک کنی که بابا اینا رو دارن به زور اسلحه از جبالیا بیرون میکنن بعد در ازاش بیسکویت و یا آب مدنی هم بهش میدن یعنی وقیه تر از اینها تاریخ به خودش ندیده اما اما آنتونی بیلینکن وزیر امور خارجه آمریکا این طرحی که داده شامل این موارده بازگرداندن تمامی گروگان های در دست حماس که اینجا شاعر میگه شطور در خواب بیند بدانه بعد گفته خروج تدریجی نیروهای اسقاطی از قزه و جنوب لبنان آره اروا شکمت شما گفتید ما هم قبول کردیم شما به هیچ یک از قواعد و قوانین بین المللی پایبند نیستید بعد ما بیایم قبول کنیم که شما تو این آتش بس میخواهید نیروهای اسقاطی رو از قزه و جنوب لبنان بکشید بیرون اونم تدریجی حماس هم الان قبول کرد بازم شطور در خواب بینت پنبدانه. واگذاری امنیت داخلی غزه به نیروی پلیس وابسته به تشکیلات خودگردان فلسطین اینم که خودتی تشکیلات خودگردان اگر قابل اطمینان بود تو کرانه باختری نمی گند نمی زدن رسما شدن نیروی اسقاطیه در اونجا جوانای کرانه باختری نمیتونن نفس بکشن چرا چون مثل خیار آدم میفروشن انگار اینا اونجا تو شیمبت نمایندگی دارن تو موساد نمایندگی دارن هر اتفاقی میفته فوری گزارش میدن راپورت طرفو میدن و یادی مدد شبونه میان طرفو میبرن یا تو خیابون فیلماش اومده بیرون دیدید دیگه طرفو ترور میکنن خیلی راحت تو روز روشن صاحب نداره که بعدی از همه اینا جالب تره استقرار یک نیروی بین المللی در امتدای مرزهای اسقاطیل و مصر همون محور فیلادلفیا شما همین الان یونیفل رو پدرش در تو مرز لبنان بهشون حمله میکنید نیروهاشون رو میکشید به عنوان سپر انسانی استفاده میکنید دیگه چیکار با تماما جنایت این آتش بس بهانه است برای فرار از حمله به ایران از یک زاویه و از یک زاویه دیگر بهانه است برای زمان خریدن که بتونن یه برنامه‌ریزی دیگه‌ای داشته باشن برای حمله به ایران که ممکنه قافلگیرانه هم باشه البته ما به نیروهای مسلح خودمون اعتماد داریم و میدونیم که کارشون رو خوب انجام میدن انشالله حواسشون هست و پاسخ دندان شکنی به ها خواهند داد و از این کار پشیمونشون میکنن یا علی التماس تا خدا نگهدارتون